ادامه اعتراض فرهنگیان به بازداشت و زندانی شدن همکارانشان. دیروز یک شنبه شهرهای مریوان و سنندج صحنه تحسن معلمانی بود که در اعتراض به ادامه بازداشت اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، دو تن از فرهنگیان، بر سر کلاس‌های درس حاضر نشدند. معلمانی که هفته گذشته 11 اردیبهشت وضعیت بد معیشتی آنها را برای اعتراض به خیابان‌ها کشاند، اما با ضرب و شتم و بازداشت مواجه شدند. امروز مامورین نیرو انتظامی همکاری بوشهریمون دارن ضرب و شتم میکنن. چند نفرش زخمی شدن. متاسفانه اینم از نیرو انتظامی که حافظ جان و ناموس مردمه. بله، ما امنیت داریم. سازمان دیدبان حقوق بشر تعداد معلمان بازداشتی را دست کم 38 نفر اعلام کرده، اما شماری از منابع این تعداد را تا 70 نفر هم گزارش دادند. حالا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هشدار داده اگر معلمان بازداشت شده آزاد نشوند، برای روز پنجشنبه 22 اردیبهشت فراخوان تجمعات اعتراضی سراسری خواهد داد. این شورا در بیانیه خود گفته از صبح روز 10 اردیبهشت ماموران حکومت با یورش به منازل 4 نفر از جامعه معلمان، رسول بوداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و علی اکبر باقانی، آنها را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. بر اساس این بیانیه صبح روز 11 اردیبهشت قبل و بعد از تجمع بسیاری از کنشگران صنفی دستگیر شدند. ماهاست که فرهنگیان ایران پیگیر خواسته های صنفیشان هستند. مهمترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته در تجمعات اعتراضی چند ماه گذشته اجرای کامل طرح رتبه بندی به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته است. با افزایش اعتراض فرهنگیان، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش ایران، معلمان معترض را به اخراج تهدید کرد و تلویحاً گفت که تجمع آنها غیر قانونی است. این واکنش یکی از فرهنگیانی است که از وزیر آموزش و پرورش می‌خواهد حرمت معلمان حفظ شود. شریف‌ترین اعضای معلمان مریوان بازداشت شدند. از آقای وزیر انتظار داریم برای این شأن معلمی، حفظ شأن معلمی، به عنوان یک فرد سیاسی یک تدبیری به خرج بدن که نیروهای نظامی و امنیتی نتونن شأن معلم رو حک بکنن. دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده که برای اجرای طرح همسانسازی و رتبه بندی حقوق معلمان بودجه کافی ندارد. معلمان اما میگویند که رسیدگی به خواسته آنها در اولویت دولت نیست و تا رسیدن به حقوق خود و آزادی همکارانشان به اعتراضات ادامه خواهند داد. حق تو فریاد بزن. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.